باشه. من و محمد در یک قاب ایستاده نشسته. محمد جان ببخش من نشستم. بعد اینکه علی انصاری هم به جمع اضافه شد. علی آقا صبح بخیر، خیلی خوشم اومد. شما صبح شما هم بخیر باش. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما و تمام مردم عزیزمون. صبح برفیشون بخیر باشه. امیدوارم روز خوبی رو شروع کنن. زنده باشید. آقا دوست داری گفتگو رو از کجا شروع کنیم؟ از سینما، تلویزیون، فوتبال؟ فرقی برام. خوانندگی. من خوانندگی. تو سال 90 هم علی یه دونه کار خونده. ما همین جوری. آینه من آقا نداشتم. آره بریم. نه همین جوری بود با رضا صادقی نشسته بودیم. امیدوارم هر جاستش سرحال باشه رضا. با رضا نشسته بودیم همین جوری داشت میگیره همون محمد داد بیرون دیگه همینجوری گرفتن. نه چیز خاصی نبود، همینجوری ادامه بدید. رسمی نبود. نه اصلا به درد جز ترکای غیر رسمی نه. بعیدم نیست چون علی مشاله خیلی فعاله. یهو دیدی مثلا یه جشنواره فیلم فجر یه دونه جایزه که گرفت، بعد بره جشنواره موسیقی هم یه جایزه بگیره. آره الان این نقشه کشیدا، یعنی الان کاملا شرط پژمان هم داره. پژمان ولی خب علی تفاوتی که داره، علی خیلی درامای خوب جدی، نقشاش اکثرا جدیه و سخت واقعا، چون علی میدونیم یه آدم پر انرژی باحاله. پژمان کلا، پژمان از دوره که حالا میدونی خوده، پژمان دوره که ما بازی میشدیم، من سال 71 و 72 با پژمان از تیم ملی جوانان هم بازی بودیم. آره. ما هم دیگه پژمان شیرینه، اصلا کاراکتر شیرینه، یعنی توی جمعی هم که میشینه محمد خاطره تعریف میکنه همه میخندن، ولی من اون کاراکتره رو ندارم دیگه. اینکه شاید تو جمع بشینم شاید یه تیکای ریز بیام، ولی این که بتونم ریزم خوب میاد علی حسابا. ولی پژمان واقعا خوشحالم از این که راه خوبی رو داره میره بعد سریال خوبی که با پیمان و مهراب واسه فایده. الان برو اکران در سینما. بله خوب بچه‌ها. علی آقا یه خود تمام جدی‌تر بشه. بازی دیروز رو البته الان جدی هم بود. بازی دیروز چطور دیر؟ اصلا بازی پرسپولیس نفته، پرسپولیس هم برای قهرمانی تمام یا نه هنوز؟ پرسپولیس قهرمانه دیگه. آره بالا نه به این وضوع. ببین تو این شرایطی که داره خیلی خوب شده، تیم خوبیه. من خب شاگرد آقای برانکو بودم تو تیم ملی، خیلی آدم با دیسیپلین. ایرانی ها یه نفر که بالا سرشون با نظم باشه همیشه احتیاج داریم. ما هیچ وقت از قدیم آدم های با نظمی نبودیم. خیلی کم پیدا میشه که از هر 100 نفر و شاید یه نفر آدم با نظمی باشه ایرانی ها، بدون رو درواسی دارم میگم. ولی وقتی بالا سرتون یه مربی میاد مثل برانکو، مثل کیروش، سعی میکنید که اون نظمه رو به خاطر موقعیت خودت حفظش کنی. درباره بازی دیروزم میگم من خیلی کم فوتبال دیدم متاسفانه. من فقط نتیجه رو دیدم. بله من نتیجه رو فهمیدم که مسیج برام میاد 2-0. دیشبم تو اخبار ورزشی دیدم که گلرشون دقیقه 4-5 اخراج شد. ولی اخراجم نمیشد. مطمئن باش پرسپولیس شرایطش خیلی خوبه. میتی تو برنده شدن اخراجم نمیشد، شاید یه خورده بازی سخت در میشد، ولی این روالی که پرسپولیس داره میره جلو، اون اعتماد به نفسی که بازیکناش دارن، من فکر میکنم شرایط براش خوب کرد. حالا این صحبت هم کردیم با محمد، پارسال خیلی شرایط خوبتری پرسپولیس به نسبت نتایج امسال داشت و اینکه یکی دو تا نتیجه شاید غیر منتظره تو آخر فصل باعث شد قهرمان رو به تفاضل گل دور شه. فکر می‌کنی پرسپولیس امسال البته خیلی حرفه‌ای اشاره خوبی کردی، برانکو تو کنفرانس مطبوعاتی گفته تو کاغذ قهرمانی ولی تا دقیقه 90 که مطمئنشیم کوتاه نمیاد. این از دیدگاه یک مربی حرفه‌ای برمیاد. می‌خوام بپرسم آیا پرسپولیس امسال میشه گریبانگیر مؤلفه‌ای مثل غرور یا چیزای شبیه این میشه یا نه اسپش زین کرده؟ اصلا فکر نکنم این اتفاقی بیفته. ببین شما داشتین، من بیرون داشتم میدم فکر کنم داشتم بچه‌هام صحبت می‌کردن، 4-5 تا بازیکن اصلیشو نداشته پرسپولیس دیروز. ماهینی نبود، انصاری نبود. تو این شرایطی که 5 تا بازیکن اصلیو نداشته باشی با بازیکن‌های ذخیره بیای نفتی که بالاخره تیم فوق‌العاده خوبی آقای دایی درست کرده، 2-0 ببری تو زمین تختی، خیلی شرایط خوبی بود. یعنی تو فاصله بین بازیکنات نیستش. بعد لیگ قهرمانان آسیا هم درگیر از پرسپولیس، جا خستگی اونجا هم بوده. من بازی الهلالش رو خب شبکه 3 بودم داشتم میدیدم، مستقیم بازی رو دیدم. فکر کنم تنها بازی بود که پرسپولیس میتونست الهلال رو همونجا ستایی که ما زده بودیم تو تهران. آره. بهش تکرار کنه. یعنی گلی که علی کریمی و من و حامد زدیم، من فکر کنم اونجا میتونست تو این شرایط حفظ کنه. از یه طرف محمد دعایی که دیگه حالا دیگه دو هفته قبلش هم شده بود دروازه‌بان قرن آسیا. بعد برام خیلی جالب بود، من رو پست اینستا هم گذاشتم، اگه 100 بار دیگه هم تیم اون پنالتی تکرار میشد گل میزدم. گل میشه. چون من با رضا عابدزاده تمرین پنالتی کرده بودم، با ایشون پنالتی زده بودم، برای همین ترس نداشتم از اینکه به کی میخوام گل بزنم.
برای اینکه مثلا ثابت کنم که همه رضا عابدزاده هنوز بهترین دروازه‌بان آسیای آره انصافا چند وقت پیش پستی گذاشته بود لاحال از وضعیت فیزیکی خودش گفتم چقدر ماشاءالله الان هم آره از خیلی دروازه‌بان ما واقعا که تمرین می‌کرد متی از همه بیشتر تمرین می‌کردش خیلی انگیزه پیدا کرده با این حالا علی هم خداوکیلی بدنش خیلی سر حال آماده است بدنم بازی کنم دیگه آره ماشاءالله علی آره به خدا علی ماشاءالله بزنم بتاس من علی رضا شاردی با احترام به رضا عابدزاده دیگه اصلا هنوز که هنوز فوق العاده متی وقتی تو شرایطی که هستی ول میکنی دیگه میره دنبال زندگی خیلی جالبه این برای من اتفاق افتاد من روزی که بازی آخر فینال جام حذفی با شاهین بوشهر استقلال اون بازی که تمام پنالتی رو همه زدن بیرون فقط من گل زدم یادم هست یه شیرم بله بله وعید طالبی بود وعید هیچ کنم از توپارم نگرفت روز خوب مهتی رحمتی هم بود بعدش دیگه شاید یه هفته، دو هفته، سه هفته، یک ماه میتی میری استراحت بعدش برمیگردی تازه میفهمی که چه اتفاقی افتاده فوتبال را گذاشتی کنار نمیدونی کجا باید بری حالا خب علی انصاری راهشو پیدا کردی گرفت تو عرصه هنر و خب از قبلش اینو من داشتم دیگه این گولی که رضا عطاران من از سر زیر آسمان شد هنوز باوزش ولی بازم ممنونم از رضا عطاران که الان فکر کنم سوپر استار ایرانه کسی واقعا فوق العاده خوب داره کار میکنه مدیون تلویزیون هم هستم که همه اتفاقای خوب من از تلویزیون اتفاق افتاده میاد کار داره ساجدی آقا اصلا بیه که آقا پیام لامرد هم بازی کردی آره من لامرد یه جا بعد شاهین بوشهر یه جای توی مایا رفت اصلا اسم از لامرد من نه من شاهین بوشهر بازی کردم آخری شاهین بوشهر بله. ولی حالا من اینو که تصدیق کنم گفته بود یه نکته تصدیق کنم علی انصاری اول علی انصاری پرسیز خودش میدونی استقلالی پرسیز حالا من با احترام علی جان میخوام بگم ببین پرسیز 8 سال بازی کرد یه سال مانده استقلال شهرداری تبریز بودی شاهین بوشهر بودی گسترش فولاد بودی سایپا بودی اصلا قبل اینکه بیای پرسیز اصلا سایپا بودی بله تو جواب ملی هم بوده علی آقا درسته؟ بله من بانک بودم بعد من فجر سپاسی شیراز سرباز شدم که از اونجا رفتم به تیم ملی از تیم ملی اومدم پرسپولیس یعنی من تیم ملی بزرگا بودم تیم ملی امید بازی می‌کردم اونم پرسپولیس خدایی ببین ما دهه 60 هم نگاه کنیم حالا اگه فوتبال قدیمی هم داشتیم حتما جوشی خواهیم کرد غلام فتحآبادی شارخ بیانی اومدن رفتن تو یا امیر موسوی تو دهه 70 اومدن رفتن یا میثم حسینی خیلی رضا عدی خیلی اومدن رفتن مجید نامجو متق عابدزاده اما مهدی هاشم نصباره شکل و شمال رفتنی جزء معدود بازیکنایی هستی که با احترام به همه اینا که دو تیم بازی کردن خیلی دوست دارم هم استقلالی هم پرسپولیس این دلیلش چیه یه پرانتز بکنم مچ وسط حرفات من سالی که پرسپولیس رفتم به خاطر مشکلات مدیریتی پرسپولیس رفتم یادت باشه سالی بود که آقای آریهان اومد و ماها که طرفدار آقای پرمی بودیم یکی یکی عذرمون رو خواستم من گفتن یادیا دیگه 5 6 عامر کابیانپور اینا کسایی بودیم که به خاطر اینکه با آقای پروین بودیم گفتن اینا به کار ما نمیاد چه خب تمام شرایط بود بله محمد حسن محمد محمد چه متاسفانه شرایط خوب نبود من رفتم من همیشه میگم من مدیون پرسپولیسیام ولی همیشه هم از استقلالی‌ها تشکر کردم به خاطر اون یک سالی که من خیلی حمایت کردن میدونستن من تیم رقیبشون اومدم اون سالم خیلی خوب براشون بازی کردم فکر کنم 5 تا 6 تا گل خیلی حساسم زدم اون سال برای استقلال تو شرایطی که داشتیم اگه یه خورده باهوشی کادر فنیمون بود مطمئن باش میتونست استقلال اون سال متی قهرمان بشه یادت باشه ما با سایپا 8 امتیاز اختلاف داشتیم صمد مرفاوی مرفاوی بود آره اگه ما 8 تا اختلاف با سایپا داشتیم دقیقاً گرفتیم دقیقاً آره من میخوام همین میگم اون سال خیلی استقلال امتیاز اختلاف امتیاز زیاد داشت به یک بار اصلا نزول کرد 8 تا عقب بودیم از سایپا افتادیم 10 تا جلو از سایپا 3 4 تا بازی آخر یه دونه با پیکان و سایپا اینا رو که نتیجه رو ما گذاشتیم تیم خراب کرد ولی تو این شرایط پرسپولیس خب فرق داره دیگه اینکه تیم به تیمی رسیده شرایطش اینه که مربی خیلی بالا سرش اصلا کاری نداره که بهترین بازیکنش از نظر فنی براش بهترین باشه اگه مشکل انضباطی داشته باشه میذارش کنار یه جوری شرایط استقلالی که علی داره صحبت میکنه مثل شاید پرسپولیس پارساله آره عقب پارسال. بود بعد رسید بعد نه مثلا یه کری خوندنی بعدی هم داشت معرفی یه اتنه گفتش آقا ما تیمی که با اون در مورد ما صحبت نکنیم ما 12 امتیاز بعد بازی استقلال پرسپولیس 1-1 شو آقا تیمی که آره تو کنفرانس مطلوبتی چه آخر فصل پرسپولیس هم ما آره دیگه پرسپولیس آره بالاتر اما علی انصاریان انقدر دوست داشتنی هست که گفت باش ما رو میبره به خیلی از جا یعنی خیلی مؤلف است و واقعا وقت زیادی میخواد ما کسی نمیشیم از کنار با علی بودن مطمئناً به دل شما میشینه بخش گفتگون یه بخش آماده است فکر کنم غیر منتظره است با علی
اثره این غیر منتظره رو ببینیم. یک بخش ویژه‌ای است، خیلی غیر منتظره است. بفرمایید. من چند 8 سال و نیم 9 سال پرسپولیس بودم. پس پرسپولیس یک سالی که رفتم استقلال، اصلا نمیخوام بگم، من همیشه این حرفو زدم. هوادار استقلال دوست داشت. آره، من تا با سکو همیشه مهم من با تمام وجودم بازی کردم برای پرسپولیس. استقلالی هم که رفتم به خاطر لج و لج بازی که اتفاق افتاد. متاسفانه یکی از مربیای ایرانی باعث و بانی این اتفاق شد که من از پرسپولیس برم. هیچ وقت هم تو عرصه مربیگری موفق نبوده، هیچ وقت. نرفتم استقلال نه به خاطر پول، افتخاریه بایر مونیخ اومد ایران. اصلا افتخاری بود این آدم ها رو دیدن از نزدیک. برای خود من که باشون بازی کردم، وای با اینکه من گل زدم تو اون بازی. صبح میلاد با پرواز مستقیم اومدن ایران چارتر، بازی کردن با ما ساعت 10 و 11 رسیدن تهران، ساعت 5 ما بازی کردن، شبم برگشتن دبی برای اردویی که داشتن. تیمی که مشکل مالی داشته این کار نمیدونم یعنی چی. من تو پرسپولیس یه علی انصاریان رو ثبت کردم، تابلوتر از اینم نمیشم. از 10 تا 9 تا میشتم، تابلوتر از این نمیشم. ولی نونوایی سر کوچه نون مجانی بهم نمیده. به خدا خارواری بری یه رفعه بری یه دونه پرتقال بهت بده، چیز میوه فروشی یه پرتقال بهت بده، بری سوپرمارکت در خونه تو خیلی دوست داشته باشه یه شیر بده یا آب با کنه بخوری، فردا همونا رو میذاره تو حسابت. گفتن یه تحریم بدم برای اینکه پرسپولیس استقلال یه هواداراش تو استادیوم من پایین نکنن، دعواشون نشه با هم. گفتن باشه. رضا عطاران یه دونه قسمت نوشت با مهران غفوری، من زنگ زدم گفتن میای اینجا. گفتم آره. گفت کی از اون ور میاری؟ گفتم علی نیکبخت خوبه، من علی با هم خوبه. اومدیم و بازی کردیم. من اصرار شدید این که بگن ما با هم رفیقیم، نه خیلی مردم بدونن که حالا ما رفیقیم، حالا درست رقابت داریم. آقا ما همه خوب و بگو بخند اینا، فردا سر بازی شد. آقا ما اولین تکل رو زدیم روی الیکبخ افتاد. گفتم ای بابا تو این جهلی چیکار کنه؟ آقا دقیقه 20 جرینه دیگه زدم، دیدم الیکبخ رو کارت زرد گرفتم. دقیقه 90 اومد، دقیقه 85 بود، اومد دریپ کنه به روزه اولی فر. آقا زریم اخراج شدیم. آقا گفتن نه به اون حساب کن، تکرارش هم زور داده بود بعد بازی. فوتبال هم ساعت 5 بود. آقا ما همینجوری گفتم با جواب مردم چی بدیم. ولی خیلی برام جالب بود، یعنی تو اون موقع دیدید هر جا میخوری زمین یکی میفته، هر جا میخوردم زمین علی نیکبخت بود. اینقدر گریه میکردم خاطر این اتفاق. چون میلاد وقتی صبح میانم کنه مادر منو میگونه چیه چون نخوابیدی؟ من نخوابیدم چشم همونجور. یعنی برای از دست دادن پرسپولیس خیلی سختی کشیدم. اول از همه برای به دست آوردن سختی کشیدم. ولی وقتی بهم گفتن نمیخوانید، ببین تمام دنیا تو سرم خراب شد. اگه یادت باشه من وقتی پرسپولیس بودم خیلی شر و شوری زیادی بود. از پرسپولیس که اومدم بیرون دیگه کاری به چی نداشت. آرش برهانی فکر کنم 4-5 تا بازی بود که خیلی خوب شده بود. خوبم داشت فوتبال بازی می‌کرد واقعا. ولی من اصلا نمی‌دونستم این آدم وجود داره. آرش برهانی به این اسمه. بازی با پاس بود زمین تختی. خیلی شرایط من خوب بود، آماده مادیم تو بازی. دقیقه 10 بود 15 بود، گوشه راست زمین آرش توپ بهش رسید، دو دفعه سه دفعه پاشو هر دو توپ این ورم ورم که من قشنگ نگاش میکردم. ببین این بالا هم که من اینجور نگاش کردم، دوباره اینجوری که نگاش کردم، بعد دیگه نمیدونم چی شد، لگت زدم اون به مغز آره رسید. لگت زدم بهش، بعد خودم رفتم بیرون. میدونستم اخراجم. مسئول مرادی اصلا فکر میکرد، اصلا برام مسلم بود چه قرمز زره. خودم خیلی جالب بود، زدم رفتم بیرون قرمز زدم میرم. عالیه، عجب خاطر بازی شدش. آیتم مال 4 سال پیش، سال 91 بچه ها موقع زحمت کشیدن جمع کرده بودن. چقدر علی تغییر کرده نه؟ الان تست گیری میگه علی؟ نه تموم شده، من تو فیلم که الان خود فابریک علی انصاریانه. نه من گفتم شاید مشغول فیلم سریالی. نه یه فیلمی بازی کردم، حالا داشتیم قبلش با هم دیگه صحبت می‌کردیم. خوشحالم نقش کسی رو بازی کردم که خیلی سالها یاد بوده بازی های لیگ ایران بوده، شهید رضایی مجد. ما همین دهم هم که سالگردش بود با مادرش و برادرش صحبت کردیم. خیلی جالبه، دهم به دنیا آمده، دهم هم شهید شده. یه نقش بازی کردم برای فیلم آقای چاری درباره زندگی شهید رضایی مجد. امیدوارم
نقش خدا شهید مهدی. بله. آفرین. چه امیدوارم که مادر عزیزش ببینه و حلال کنه اگه کمی و کاستی تو بازی کردن تو نقش همچین شهید. خیلی سخته. ببینید من تو فیلمی که برای شهید رضای مجذود عملیات کربلای 5 متاسفانه خیلی ایرانی ها شهید دادن. آره گیر افتادن. خیلی گیر افتادن تو اون کانال. خب این زندگی ساعت 5 بعد از ظهر متی آفیش بودیم تا 6 و 7 صبح. بعد محمد فضا باز سرد کجا؟ جاده افسریه و بیشتر اینجور جا بود. حساب کنم من با کوله و اسلحه و این چیزایی که بهم ولش 20 25 کیلو بهت وصله. بعد خیلی جالبه هم بازیای متی رضای مجذود تو جبهه منبر پنجلی بوده، امیر قلعه‌نویی تو بازیم شاهین بوده. بله این آدما بازیکنایی بودن که یه دفعه ول کردن به خاطر اون چیزی که تو ذهنشونه، به خاطر اون آرمانی که تو ذهنشون بوده رفتن تو اون شرایطی که متی رضای مجذود کاپیتان تیم ملی جوانان بوده. مطمئن باش یکی از آدمایی میشده که تو فوتبال موندگار میشده ولی الان تو تاریخ ایران مونده. علی خودت هم نه من تایید کنم حرفتو، واقعا همین. حالا من میگم علی انصاریان توی نسلی بازی کردیم که الحمدلله کشورمون یه امنیت خوبی داره. دلی. میخوام بگم اگر خدای نکرد توی این بحران توی مقطع زمانی که شما فتورنی اگه اتفاق میافتاد، جنگ تحمیلی اتفاق، قطعا علی انصاریان و علی انصاریان ها هم ببین اونجوری که سر جلو توپ بینه با تعصب، چه تو استقلال چه تو پرسنی، علی با تعصب شاعر مثل افشین با تعصب بوده. حالا من میخوام بگم یه عکس داریم ازش. آره یه عکس خاصی از علی انصاریان ظاهرا داریم اگه ببینیم. آره خود علی آقا میخوام. اوه چه عکسی علی انصاریان. این مال همین تو من دیروز محمد گذاشتم رو صفحه اینستاگرام. یه فیلم بازی کردم تو اهواز جدیدن. بله خب کاروان نیاکان بعد فیلم شهید رضای مجد یه کاری بازی کردم تو اهواز نقش رفتگر شهرداری. از نظر من این آدما پاکترین و بهترین آدمایی هستن که نون حلال دارن خونه میبرن. نوشتم روی اینستامتی سخت الان پول حلال سر سفره بردن. اینکه یه مرد خم میشه، اون مرد پدره خم میشه، آشغالی که من همسال من میریزیم رو زمین رو برمیداره از اون داره پول میبره تو خونه. این آدم میشه همیشه بهش تعظیم کردن. آفرین آفرین. قشنگ علی انصاریان. کستای بازیگری معمولا همه اونایی که وارد بازیگری میشن دو سه تا نقش خیلی دوست دارن بعدشون نمیاد بازی کنن. یکیش مثلا راننده ماشینه، راننده آژانس. هدیه بازی کرده. علی فکر کنم راننده کامیون هم بهش بیاد. آوا سیویل نشه. نه هدیه رو بازی کردم که خیلی دوستش دارم. همونطور که محمد میگه اینکه زندگی خیلی سختی رو تو هدیه داشتم که راننده تاکسی که متی خانومش مریض میشه، خانوم خلیلی مادرش هم آلزایمر داره، به هیچ قیمتی دست نمیکشه روی این مسئله که مادره رو ببره متاسفانه. بله. کاری که الان دارن همه میکنن ببره سالمندان. بهانه هم اینه وقت نداریم. شبا کنار بیمارستان میخوابید. من میدونم. حالا من چه خاطره دارم از هدیه؟ این بازی جام جهانی بودش، هر وقت این فوتبال می‌خواست بخش بشه گیرنده شبکه اونا که گیرنده چیزا نشن هدیه میرم رو هدیه خدا ما امروز می‌ذاریم باز علی اومدش داره هدیه رو من معذرت ولی جدا ما همه ایرانی ها یه الگوی خاصی داریم به قاموس خانواده پدر مادر و جایگاه ویژه دارن همه جای دنیا اینجوریه. حالا من میگم ایرانی ها به خاطر اینکه واقعا یه حس عجیب غریبیه. علی رو میدونم یک تعلق خاطر عجیب غریب به مادر گرامیش داره و این که میخوام بگم علی من میدونم تو قالب جملات و کلمات نمیگنجه. من بارهای سری برنامه هم ازت دیدم توی شبکه‌های مختلف درباره مادر صحبت کردی. میخوام اون ارتباط بین علی انصاری مادرش و خانواده و اون که علی انصاری میذارم تو قابی که زمانی مادرش مثلا لباس شکای ورزشیشو میشسته میذاشه تو ساک زمین عارف مسجد خداداد و بره تو جمع اون علی پروینیای سابق. خب من تو خیابان قیاسی بزرگ شدم ولی بچه خیابان ایرانم. تو خیابان ایران به دنیا اومدم، تو خیابان قیاسی بزرگ شدم، محله‌ای که همه اون محله رو به اسم آقای پروین می‌شناسن، بهروز رهبری، فرعلی، مجید جلالی، مجید جلالی، فیض اربابی، قاسم کشاورز داشتیم بازیکن اونجا. زمین وحدت، زمین وحدت و یخچالی بود، زمین استوا بود که الان یخچالی شده زمین آیت الله سعیدی. الان چمنش کردن اصلا اونجا. ای کاش این کارو نمی‌کرد. از وقتی هم که زمین خاکی‌ها رو برداشتن تو تهران فوتبال پایه تهران نابود شده. جمع شد. آره. اون خیلی سخت شده. مدیون اینم که من متی توی خونه 40 متری بزرگ شدم. سه تا بچه این که خیلی سخت بود. تو محله‌ای هم بزرگ شدم که متی خودت می‌دونی بالاخره. آره. محله‌ای بود که خب خلاف و شر بودن زیاد بود اونجا. سر سفره ما بزرگ شده. ممنونم از مادرم، از پدر، خدا بیامرزم که تمام زندگیشو برامون گذاشت.
خب ما هر چی روز به روز نزدیک به عید میشیم، خب ما بیشتر حس میکنیم جای خالیشون نبودن پدرمو، چون ما عید پدرمو از دست دادم دیگه. خوبه، امیدوارم مادرم هر جا هستش الان سلامتیشون میبینه، امیدوارم هر جا هستش ما رو دعا کنه. ما هر وقت خونه ایم، یعنی انقدر بدبستونمون مادر پسری نیست، انقدر رفیقی ما هم دیگه که خیلی بگو بخند داریم حال میکنیم. جدیدن هم براش تلگرام وصل کردم که عزیزم متاسفانه نمیذاره نه ما بخوابیم نه کس دیگه، هر وقت میره خونه بیداره، یعنی تسلط داری بهتی تسلط داره، یک کلمات رو اشتباه میده بیشتر الان شکلک برات میفرسته دستش را افتاده. ولی خب این تلگرام محل سختش محل سختش اینه که شما اینستاگرام یاد بدید، چون نه اون دیگه برات راه نمیندازی خیالت راحت شد. خیلی سخته تلگرام، میتی میمیری از خنده هر لحظه که فکر کنی الانم نگاه کنی واسه این گوشی موبایلی آنلاینه، آنلاین علامت میزنه این کار. من فکر کنم یه خورده کارو زخم کردن، نهار میخوریم دیگه نه شام. حالا مادر کلمه از نظر من مقدسه ان شاء الله، واقعا واقعا امیدوارم هر کی داره قدرشو بدونه، اونایی هم که نیستن روشون شاد بشه. این خیلی عالیه، من از این باب اصلا فکر کنم الان هر سه تا مادرها بیدارن، هم مامان و علی آقا، هم مامان من، هم مامان شما. مامان با که دور از وطن رفته برادر بنو الان بیداره، هفته بعد سلام کنیم به همه، زمانی زیاد داریم ولی الان قطعا بیداره و علی انصاری هم داره میبینه. دستاشون رو ببوسیم، واقعا واقعا این اتفاق خیلی قشنگه. آقا توی بیوگرافی علی یه اتفاق جالبی هم هستش، 6 تا بازی ملی داره رسمی ها، بیشتر 6 تا 6 دیدی که تاکید کرد 6 آره 6 تا اینا قشنگه. من خیلی کم بازی ملی کردم. ببین حالا حرفی که داری میزنی حرف خوب نیست، ولی خب میگم من پرسپولیس برام ملی بود. آره انقدر تو پرسپولیس شرایط برام خوب بود که فکر نمی‌کردم راجع به بازی‌های ملی، خیلی راحت میگذشتم ازش. بعد به خاطر هواشی خودم، هواشی که داشتم اوجش هم بازی بایرن مونیخ چه گلی آره، بعد اونم دعوت شدم تیم ملی. بعد اون جریان که متاسفانه یه شرایط تو پرسپولیس برام پیش اومد که با آقای فرکی صحبت کردم که گفتم به خاطر اینکه صحبت هایی که باشگاه کرده درباره نمیتونیم دوباره دعوتت کنیم. خیلی شرایط خوبی داشتم، یعنی من اون سال بعد 5 سال متی رسیدم به تیم ملی، باز به خاطر کج سلیقگی آره یه بچه‌سی بازیکن رو آوردن دیگه. آره خودت فراد مجیدی خداده از یه سری جاها اتفاقاتی افتاده که یه سری بازیکن حالا کم و بیش تو اون شهر مثلا بلازیش خداده دونه می‌خواست، مثلا چه می‌دونم مربیای دیگه فراد مجیدی نمی‌خواست. سلیقه است، سلیقه است، من میگم سلیقه است، باید احترام بذاریم. الان هم همینه کیروش مثلا آره با جنگ با پرسپولیس، ولی آخرش باید نتیجه‌اش این باشه که متی اگه سلیقه‌ای هستش باید ایشون جواب بده که چرا تیم نتیجه نگرفته دیگه، سلیقه است. امیدوارم که الانم شرایط تیم ملی متی خیلی خوبه، تو این شرایط برای رفتن به جام جهانی خیلی خوبه. حالا با این لج و لج بازی هم که انجام میشه با حالا دعوت نکردن پرسپولیس یا وقت و زمان از دست میدیم، آخرش هم همه چی آقای تاج میاد آقای سلطان فرام بده نامه میده رفع رجوع میشه میره، ولی زمان از دست دادیم. امیدوارم اتفاق نیفته، تنها سالیه که میتونیم بدون استرس بریم. آره ان شاء الله، آره ان شاء الله امتیاز ایدو بگیریم، سه امتیاز قطر، سه امتیاز چین، 17 امتیاز رفتیم. آره علی آقا توی الان محمد اشاره خوبی کردید دقایق قبل، آقا از نظر فیزیکالیتی خوب حفظ کرده خوده. اگه الان اصلا مثلا اگه تو قاب یک مسابقه اروپایی قرار بگیری چند تا اروپایی مثلا اصلا چه مدت توپ رو هوا نگه می‌داری؟ حالا هد اروپایی روی رون خواهم بگم چجوری الان زیاد بشه بکنم 20 ساعت تونم بزنم؟ نه الان با کفش نه با این که بزنم 3-4 تا میزنم کلن روپایی زن نبودی؟ ولی نه به زنزیرش بودی؟ به زنزیر تکنیکی نه بودی؟ ببین این عین صداقته، این عین ببین نه اصلا خود جدار رفت حالا این به زنزیرش هم ماها بازیکنه بانک ملی بودیم. آره بانک تکنیک ها خوب بلد بودیم، ولی این که بخوایم بگیریم دفاع وسط که بخوام بگیرم بزنم سر تو دریبل کنم نه. نه بیشتر دوست داشتم پاس بلند. ولی الان مهدی میتونه با سرعت رد شه مثل همون قدیما، علی یه جوری پا رو بزنه که توپ رد شد علی مهدی رد نشه. یه فصل رباتو 400 و ACL و ADSL و نمیدونم ای پلاس و همه رو بزنیم بره. علی عزیز من این تو ترکیب رویایی خط دفاعی پرسپولیس توپ که رد میشد بازیکن دیگه رد نمیشد، اکثر نقشاسی علی داشت. ولی آقای پروین بود یه نفر رد شه یا توپ یا بازیکن خیلی به اون لفت میخوام بگم علی این جمله رو گفت. چرا؟ چون ما دیروز مهدی امیرعادی مهمون برنامه بود، بعد ما یه چالشی داریم، چالش اروپایی که حالا برنده هاشو ان شاء الله یه مسابقه گروهی همجوری میایم، بعد چون
کنفدراسیونش دست خود منه. خودم اگه حذفی بود حذفیش می‌کنم، ولی حذف شدم دوره ایش می‌کنم. می‌خوام بگم که دیروز گل کوچیکای معلم آفرین، گل کوچیکای ما حذف می‌شدیم، می‌گفتیم دوره ای، دوره تیم اضافه می‌کنم. آخرش هم اگه قهرمان نشه مهدی واعظی جایزه ویژه داورانو میده به خودش. بازی منصفانه. می‌خوام بگم دیروز مهدی امیرآبادی باش مسابقه رو پای دادم علی جان. بیرون از این محوطه حالا این چالش رو به خودت هم خواهیم داشت، اما با همین شرایط حالا اونم دیگه تیپ مدیریتی و ارزش شدید داره ولی آره بعد یه صحبتی کرد راجا آخرین دیالوگش آره نگیم آره گزارش موافقی ببینیم رو پایه دیروزه ببینیم با علی انصاری آره آندری اینجا می‌بینیم رو ال سی ببینیم گزارشو گزارش که جریان مسابقه من دیروز با مهدی امیرآبادیه. حالا ما سکوت می‌کنیم که قشنگ این مهدی واعظی الان در سمت چپ داره روپایی میزنه با شلوار آبی مادری میذاری آره عمرو یه سه چهار تا مامو یکی زد بچه‌ام خلاف مقررات خدای سفسط است خیلی جرزن جرزن قشنگ 2 3 من عاشق اون افکتی هم که موسیقی زیری که رضا انتخاب کرده الان این دقیقا سوباسو یا کاکرو ها رضا تو چند تا ببین من آره الان من یه وقتی میزنم باشه شد ستا رو میشکنم به تو قول میدم بهش میگی بازه من میشکنه آقا آیشا آقا این چه سیبیه یا کن اصلا بگه چرا تو بگیسی آهنگ فوتبالیستا بود یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نه می‌زنیم تو سر می‌شوی 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 سر باخت مهدی نه گوتا داره بود مهدی هم چاق نشده نه مهدی هم خوده مهدی هم اصلا فیزیک بدنش بدنی هم یک دو سه چهار پنج شیش هفت پنج دو ده یازده نوزده تو باشه این کارو میکنه چرا پنج میاد؟ 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 مهم بیسیت که ببینیم این کم نمیده علی انصاری ها فرده چند تا میتونی روپایی بزنی؟ اینجا رو گوش کنیم من مهدی به احترام شکستم علی ببین اصلا ما اولی بزنزیش خیلی گزارش خوبی بود تا حالا من خودم به شخصه دوتا جرزن توی قاب نایده بودم نه من که از بود مهدی که اصلا خیلی جرزن کلا من از نفوذ AFC هستم چون برگزار کنم خودم از جایزه داورم مهدی واقعا 50-80 روپایی مهدی واعظی نه مهدی امیرآبادی مهدی واعظی با یه پاره شمعه رو میزد خلاف مهدی امیرآبادی واقعا فکر نمی‌کردم من فکر کردم 4 5 توش دارم الان جوابش چی داری تو این چالش نه واقعا راست میگی دفاع دوره ما بیشتر حفظ توپ پشونیم بود که یارکوب بودیم ما تو سیستم 3 5 2 متی ولی من جز اونا بودم که چون خوب گل میزدم بیشتر دیده شدم نسبت به بازیکن‌های دیگه میتونی منو شکست بدی با علی نه من همین الان اعلام میکنم اصلا بیرونم نمیزنم رو پای غیر راحت میشیم با علی چالش مسابقه تکل میریم آره چالش کوبیدن بریم مهدی سری میره علی میزنه همینجوری نه اولورت هست مهدی هم بچه محلم همین که خدا رو شکر تو این جایگاهی که قرار گرفته امیدوارم روز به روز موفق تر باشه پسر فوق العاده خوب
فوق‌العاده خوب، کاپیتان استقلال بود، کاپیتان سایپا بود. ما یه سال با هم سایپا بودیم، یه سال هم با هم استقلال. آره، یه سال با هم سایپا بودیم. خیلی پسر فوق‌العاده خوب و شیرینیه مهدی، خیلی. امیدوارم هر جمعه. بچه‌ها تو گوشی گفتم فکر کنم تو رو داره میگه مهدی. جای خوب، من خود به خودم گرفتم. نه مهدی شما که مهدی. گفت کاپیتان استقلال، گفت کاپیتان استقلال. فهم شده داشت یه جای خودت داره. جای اینجا هم کاپیتان نیست، هم شما هم محمد. کاپیتان شبکه پنج. علی جان با توجه فرصتی داریم میخوام بریم تو فصل دیگه از زندگی علی انصاریان عزیز. میخوام بپرسم که علی انصاریان الان متعلق نشدی؟ نه خیلی خب الان دیگه نگاه کردی به دست؟ نه 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 میدونستم تا یه اواخر میدونستم. میخوام بگم چرا گفتم مهدی هم گفت 5-6 ماه متعلق شدم. چجوریه علی انصاریان کی میتونه حس کنه که خودشو متعهل و متعهد بدونه؟ یعنی این اتفاقه توی زندگی بازیکن حرفه‌ای کی شکل میگیره؟ من خیلی دوست داشتم زود ازدواج کنم ولی خب نشد دیگه. این اشتباهی که خیلی از ماها انجام میدیم دیگه. اون شرایط ازدواج که بگذره خیلی برام سخت میشه. من الان 39 سالمه، 4-5 ماه دیگه هم 40 سالم میشه. تیر 56 درسته؟ 14 یا 12؟ 4. خود سخت میشه میتی برای اینکه اون شرایط رو برای خودت درسته. خب من 3-4 سال هم درگیر مریضی پدرم بودم که خود درگیر زیاد کرد. الان اولویت زندگیم فقط مادرم، یعنی هر چیزی که تو زندگیم وجود داره شاید اینکه تنها چیزی که تو تمام دنیا برام مونده مادرمه، برای خب. همین نفس میکشم. اما من یه نکته بگم، علی انصاریان عزیز همه جورش دوست داشتنیه. یعنی من به واقع با جدیت میگم، اون بحثی هم کردیم آقا بحث استقلال بحث پرسپولیس بحثی نیست که ما بگیم آقا استقلالی‌ها بیشتر دوست داشتن یا پرسپولیس. نه همه. علی انصاریان هر جا بوده با تعصب و غیرت مثال تنش بازی کرده و اینکه همیشه اون وجهه خوب و حرفه‌ای خودش نشون داده. بخش آماده داریم؟ آره، یه بحث گزارش داریم. ببینیم برمیگردیم، هنوز فرصت داریم با علی انصاریان کلی گپ و گفت داشته باشیم. خیر باشه، فضای عیدانی تو این گزارش مشتبه اومد، دستش درد نکنه. علی آقا عید کجایی؟ اصلا عیدا معمولا تهرانی، خارج از سن، خارج از ایرانی؟ تهران. بهترین تایم تهران فکر کنم عیدی که خلوت، خیلی هوا خوبه، خوشحال. از 28-29 خوب میشه تا 14-15. سفره هستیم کنار مادر. بله. اول که سال تحویل که سر خاک پدرم هم بعدش دیگه هستیم در خدمت. علی آقا من شنیدم میگن علی انصاریان آدمی هست که ادبیات هم خوب کار میکنه. میخوام بگم یعنی ادبیات کار میکنه، منظورم اینه که اهل شعر و شاعری و اینا هم هستی خودت؟ نه، منظورم اینه که مثلا شعر تو ذهنت داشته باش، از شعران دوره دبستان راهنمایی من سلام چی به ذهن الان من میخوام بگم چیزی میتونه از شعرای دوره دبستان چیزی یاد بهترین چیزایی که تو ذهن برای سلطان یاقوت نه همون چیزا یاره باز باران با ترانه آخه مهدی همه رو یادشه زاغکی قالب پنیره ده حسنک کجایی سوالی که ذهن من همیشه مشغول کرده یه چالشه چرا اسم شاعر ما همیشه مثلا میگفتیم سوسن و سرب و سنبول این همه را به قدرت خدا نموده خقلت مثلا مصطفی رحمان دوست همه یه شعرها مرا آقای رحمان دوست آره بیشتر کتابای ما آقای شعبانی هم بود آقای شعبانی آقای رحمان دوست امیدوارم هر جا هستم موفق به قول فوتبالی ها بسته بودم خاطرات خوب بودش نه خیلی خوب بودم آره شعرها شعرهای خوب بود شیرین بوده که هنوز تو ذهن ما چوپان دروغگو دهقان فداکار اینا تو ذهن مرتضی و مجید راهنمای رانندگی پتروس کوکب یه چیزی هم بود کوکب تصمیم کبرا تصمیم کبرا زاغچه و پنیره و خانواده آقای هاشمی تو چیز تو اجتماعی که می رفتن شهرستان پدرش مثلا توی مطلعه چند نیمتی؟ نه خوبه امروز در کنار ما یه دهه پنجاهی بسته علی انصاریان رو بریم یه دونه دهه چهلیه یه دونه دهه شصتی هم تو برنامه از همه نسل امروز برنامه یه موقع دیگه من و تو دیگه دهه پنجاه گذروندیم محمد داشته عکسای ما رو جمع میکرد نه میگه محمد داشته عکسای ما رو جمع میکرد برنامه من رو نگاه میکرد عکسای شما واقعا همینطورا من کلی بچه بودم عکس از آدامس جمع میکردیم آره من دارم اون رو برمیگشته من چف دستم توف میزنم که بچه هستم حرکت آره دقیقا همین بود آره که برگرد اون موقع هم گرفتار این چه شما نبودیم بچه ها همه هم در پنجایی هم اینجا آره یکی حالا اون قضیه خیس کردنه بود بعضی دست رو کثیف میکردن آره نه کثیف هم میکردی خوب میچسبید باری که الله آقا من یه چیزی میخوام بگم یه قول میتونم علی آقا بگیرم ازت قول روپایی ازت بگیرم بعدا نه بخور بعدا نه بعد همین برنامه همین شده به خدا بلد نیستم روپای خودم دارم صادقانه میگم شما میخوای یه پا بزنی برو برای ما آوردن من میخوام این چالش رو من با علی بگم چون من خیلی رو بالا بزن نیستم آره به خدا وقتی بلد نیستم برای چی بگم الان بعد با این تیپ تو این برف هم بزنیم
چقدر آقا همین قابو بگیر، علی آقا بسته، علی آقا دستا رو به حالت تسلیم ببره بالا. آقا من همین الان اعلام میکنم که به آقای واعظی باختم، رو پای رو نمیزنم. من یه سه هیچ الان میخورم میرم دور بعد. آقای معاونت ای اف سی نگی بعدن، آقای دوستان میدونم کیو میگم. آقا دارم زنده خودم میگم که نمیگم بعدن نگن. شرط حضور رو نداره از اون اگه قرار بشه واقعا قانونی عمل کنیم، چون مهدی واعظی صغر سن داره، بعدم از فوتبالی ها که میدونه اکثرا صغر سن داره، ولی علی بال با حسین دارم بال بال میکنم. خیلی ممنون از این که وقتتون رو بردارید، سال پربرکتی داشته باشید، تو نو شدن سال ما هم بتونیم نو بشیم انشاءالله. خیلی خوشحالم برای چند وقت بانم تلویزیون از آقای خلجی بزرگوارم تشکر میکنم، از مهدی، از محمد، از همه بچه هایی که شهر ورزشی دارن میگردونه. خیلی سخته این که 6:30 صبح بیاین حال خوبی با مردم داشته باشید. یا علی مدد، خدا قربونت برم. علی عزیزم روز خوبی داشته باشید تا فردا. ان شاء الله تا فردا. خدا بیا ببین چه کرده ای با دل دیوانه من.